تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مناظره های تلویزیونی یکی از مهمترین برنامه است مهم جذاب کلی بیننده داره انتخابات آمریکا خیلی برنامه داره دیگه ها هست سخنرانی هست ایالت به ایالت برن کنوانسیون حزبا هست نظرسنجی هست و اینا یه چیزی که خیلی توجه بهش میشه چه تو خود آمریکا چه خارج از آمریکا چشما خیلی بهش هست مناظره نامزد اولش که تو حزب خودشون مناظره میکنن معمولا تا یه نامزدی مشخص بشه معمولا اینطوریه و بعدم که از هر حزبی یک نامزد میاد بالا حالا ممکن نامزد مستقلم باشه مناظره های محله نهایی مهم انقدری که بعضی وقتا بعد از چند دهه از یک انتخابات تنها چیزی که یاد خیلی مونده، یک تیکه هایی از مناظره تلویزیونی است یه تیکه یه سوتی یه مثلا کامبک تیزی یه جوابی و خیلی از سایت ها و مجله ها و اصلا کانال های یوتیوبی اینا از این لیستا دارن که به یادماندنی ترین صحنه ها و لحظه های مناظرات تاریخ مناظرات و اینا ما فکر کردیم که خوبه که ما هم یه همچین لیستی درست بکنیم اولا که الان خب خیلی در از رئیس جمهورها رو یه خورده بهتر میشناسیم رئیس جمهورای این صد سال اخیر رو ویدیو ساختیم براشون دورشون خوندیم فکر کردیم این اونور اون ور مختلف های مختلف قصه شنیدیم یه چیزی یه چیزای خوبی ازشون میدونیم میتونیم یه دوری تو این لیستا بزنیم چند تا از همین صحنه هایی که جاهای دیگه هم هست و گفتن مهمه و اینا بیایم چند کلمه دربارهشون صحبت بکنیم چند تا صحنه چند تا لحظه از مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری بیشترش مال قرن 20 مال یکی دو تا از قرن 21 میگیم تو این ویدیو ولی مناظره کندی و نیکسون در 1960 نیکسون میدونیم دو بار نامزد انتخابات بود دفعه اول شکست خورد بعدا هشت سال بعد اومد برنده شد دفعه اول شکست خورد این اصلا اولین مناظره تلویزیونی زنده بود اولین مناظره بود نیکسون جوون بود و موقع هشت سال بود معاون رئیس جمهور آمریکا بود به عنوان نماینده حالا حزبی که در قدرت بوده و اینا اومده بود که رئیس جمهور بشه خودش رقیبش جی اف کندی بود یه چهره جوون از حزب دموکرات بچه پولدار خیلی مثل یه خود این نحیف نیکسون کسی بود که نکات مثبت داشت ولی مثلا سخنور بودن جز نکات مثبتش نبود اصلا معذب میشد یه خورده ای زبان حرف زدن درباره سیاست و بلد بود یاد گرفته بود ولی نه جلوی دوربین و اینا و ای بعد کندی برعکسش بود کندی تجربه سیاسیش کم بود با اینکه از خانواده سیاستمداری می اومد و اینا ولی تجربه سیاسیش کم بود مونتا خودش هاروارد هم درس خونده بود و آدم خوش و زبونی هم بود و کاریزماتیک هم بود اصطلاحا و فیزیکی نگاهش میکردی احساس میگم مثلا با جوون کالجی طرفی جوون نرد مثلا خوشگذرونه شاید کالجیت منظورم اینه جوون کالجی حرف بعد نیست دیگه یه خورده حالت چیزم داشتی خورده برونزه هم بود که البته بعدا به نظر میاد که اینا نشونه بیماریش بود بگذریم به نظر متفاوت بودن اون معاون رئیس جمهور این یک جوانه اون یک رجل سیاسی این یک مثلا پسر خیلی جوونه و اینم گفتم اولین مناظره تلویزیونی آمریکا دهه 50 و زندگی کرد از سر گذرونده رفاه عمومی توش زیاد شده در سالهای بعد از جنگ صنعت آمریکا چرخاش داره. به سرعت میچرخند و تکنولوژی جدیدی مثل تلویزیون دیگه مال یه طبقه نیست در دسترس خیلیا قرار گرفته انقدری که دیگه تو خونه دارن یه طوری مبلا رو میچینن که تلویزیون مرکز اتاق باشه و مناظره هم البته یه سنتی بوده توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از قبل الان میخواد بیاد جلوی دوربین تلویزیون بر اولین بار قدیم هم بود لینکلن هم برای سناتور شدن مناظره کرده بود قبلا 1858 مناظره جالبی هم بود مثلا توی کالجی میگن جمع شدن هفت بار مناظره کردن با هم 15000 نفر جمع شدن بحثای اینها رو با هم دیگه میدیدن سنت و ادامه داری هم بود و در, در سطوح مختلف ادامه داشت ولی اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری بیان با هم مناظره کنن یه خورده ای تازه بود رقیب روزولت یه بار در 1940 بهش گفت بیا مناظره کنیم به مناظره طلبید روزولت و روزولت قبول نکرد سنت تثبیت شده ای نبود که حتما باید مناظره بشه نه میتونست قبول نکنه رادیو هم که اومد اینطوری نبود که مثلا حتما همه برن مناظره کنن تلویزیون ولی اومد و شبکه سی بی پیشنهاد داد و کندی هم اولین کسی بود که قبول کرد طبیعی هم هست یه. اونی که کمتر شناخته شده است بیشتر استقبال میکنه از مناظره چون یه فرصتیه نیکسون بالاخره 8 سال معاون رئیس جمهور بوده این نبوده این میخواد خودشو برسونه همپای اون نشون بده دیگه بر همین اون خیلی استقبال کرد فرصت خیلی خوبی هم بود کندی قبلا هم گفتیم خیلی کمپینر فعالی بود این ور ور بره اینا این میتونست جلوش هم بندازه تصویرش رو پخش کنه تلویزیون در لحظات خصوصی که مردم تو خونه نشستن و اینا بتونن ببیننش خلاصه اون گفت بله و نیکسون هم گفت بله چون نیکسون هم لازم داشت که از خودش یک چهره ای مستقل از آیزنهاور نشون بده هرچند به نیکسون بعضیا گفتن که قبول نکن مناظره رو به خاطر این حتی خود آیزنهاور هم بهش گفت قبول نکن به خاطر اینکه میری اونجا مجبور میشی از سیاست های دولت دفاع کنی که به هر حال بهش انتقاد هستی که دولتی که 8 سال کار کرده یک انتقادایی بهش هست اون میاد از موضع حمله کردن و اینا ولی نیکسون بالاخره آدم مبارز و اینایی هم بود گفتش که نه من میخوام برم نمیخواستم نشون بده شاید کم آورده و اینا گفت میدونیم دیگه نیکسون واقعا کم بیار نبود خودشم وقتی که داشت میرفت آخرشم گفتش که من کویتر نیستم من آدمی که ول کنم برم نیست خلاص تو این مناظره بعد بعد شانسی هم آورد ماشین میخواست پیاده شه قبلا که زانوش یه طوری شده بود و اینا میخواست ماشین پیاده بره توی استودیو باز دوباره زانوش زد همون جایی که داغون بود و زد داغون هم کرد خورده لنگ لنگان هم رفت و اینها ولی مسلط بود روی اینکه چی میخواد بگه مسلط بود ولی روی بیانش و چطوری بگه و روی اکتش و حرکتش جلوی دوربین و اینا نه مخصوصا جلوی دوربین تلویزیونی نیکسون مسلط به سیاست خارجی مسلط به جنگ سرد اینا کم آورد حالا میگم کم آورد نه اینکه همه بگن کم آورد ولی مناظره که خیلی یاد دیدن 66 میلیون نفر مناظره رو دیدن شاید هم واقعا تو بحث و اینا کم نیاورد ولی نظر تصویری کم آورد تصویری براش خوب نشد این مناظره معروفه که میگن براش خوب نشد کندی تصویرش خیلی خوب بود عادت داشت اصلا رو جلد مجله ها بره و تو مهمونیا با سلبریتی ها بره و همش لاس و پاس و آدمی که به تصویرش آگاه بود همه عمرش همه جوونیش و اینها با تصویرش راحت بود واقعا با تصویرش راحت بود. و این توی مناظره نشون میده چهار ساعت مناظره کردن درباره سیاست داخلی و مسائل تامین اجتماعی و جنگ سرد و رابطه با متحدین و همه اینا صحبت کردن تصویری که مونده اینه که کندی راحت حرف میزنه خود راحت کاریزما داره جذبه داره و نیکسون اون طرفش حرف مسلطه ولی جلو دوربین معذبه یه نمه تبم البته میگن داره از قبل مریضم هست حالا پاشم بعدا خودش میگه درد میکنه بعد نور افکن میزنه عرقم میکنه یه خورده خسته است و اینا و آدم این کار نبود آدم اینکه جلوی تلویزیون و تصویر و اینا باشه اون موقع نبود بعدن خودشو با تلاش بسیار زیاد تبدیل به یه آدمی کرد که خیلی راحت تر باشه ولی از اول نبود در حالی که کندی بود کندی هنوزم که هنوز یکی از آیکانیک ترین تصویرای ریاست جمهوری آمریکا رو داره خود نیکسون گفت من از این مناظره درس گرفتم که واسه اینکه رئیس جمهور آمریکا باشی اینکه به همه موضوع مسلط باشی و اینا کافی نیست باید یک بازنمایی خوبی هم از خودت داشته باشی تصویر و زبان بدن و چهره گشاده و واکنش به نور و نگاه کردن به دوربین و اینا هم مهمه و واقعا هم نیکسون بعدا توی مناظرات بهتر شد یک تحلیلگری همون موقع سر مناظره نوشت که کندی پسر بچه رفت توی استودیو مرد اومد بیرون و این این کار تصویر بود البته میگم نیم قرن این رو دارن میزنن که تصویر خیلی تاثیرگذار بود و اینا رو دیدیم هم که بود یکی عرق میریخ یکی مسلط بود مقاله در اومده کتاب در اومده نتیجه های نظرسنجی در اومده که آره اونایی که پای رادیو شنیدن مناظره رو فکر میکردن نیکسون بهتر بود اونایی که پای تلویزیون دیدن میگن کندی بهتر بود ولی یه خورده سر این این حرفا بحث هست یک مقاله خوندیم که میگفتن این اقراقامیزه یه خورده این حرفا و این حرفا ولی نکته اینه از این مناظره چیزی که یادمون بمونه خوبه اینه که تصویر برای اولین بار وارد انتخابات آمریکا شد این شکلی و نهایتا هم خب این انتخابات رو میدونیم که کندی برد و نیکسون هشت سالی دور شد از کاخ سفید یه مناظره دیگر ببینیم مناظره 1976 کارتر و, و, و فورد این 16 سال بعد از اون مناظره است 16 سال در سطح رئیس جمهور مناظره برگزار نشد چون میگم سنتی نبود که همیشه باید برگزار بشه برگزار نشد و تو این 16 سال سال خیلی اتفاق افتاد آدمایی اومدن و ترور شدن و رفتن و اینا و نیکسون استعفا داد آخرش معاونش فورد آمد شد رئیس جمهور که رئیس جمهور قدرتمندی نبود رأی نیاورده بود جایگاه ریاست جمهوری هم یه خورده ضعیف شده بود حالا این آقای فورد باید بیاد دوباره توی انتخاباتی خودش رأی بگیره به عنوان رئیس جمهور از مردم آمریکا. وضعش البته خیلی بد نیست. تصویر عمومی اینه که آدم مهربونی و آدم خوبیه و کارا رو پیش میبره و اینا ولی قدرت و قاطعیت ریاست جمهوری نداره. این اون کاریه که فورد میخواد بکنه که این تصویره رو بشکنه. تو دوره ای که خب بدنام بدنامم هستن و مثلا این لازم داره که چهره ها رو عوضم بکن. از طرف دموکرات هم آدمی که چهره جدیدیه. فرماندار مثلا جورجیا بوده آدم شناخته نشده یا اصلا میگن دو درصد آدم ها فقط میشناختن کارتر رو و اینا اومدن رقیب همدیگه شدن و قرار شد که با هم مناظره بکنن معروفه که میگن اصلا کارتر رو دو درصد آمریکایی ها اون موقع میشناختن برای همین اوم... اونجا اومده خودش نشون بده و داره با رئیس جمهور آمریکا هم مناظره میکنه آدمی که دو درصد آمریکایی میشناختنش تا چند ماه پیشش اومده کنار رئیس جمهور آمریکا ایستاده اینجا هم باز دوباره اون کسی که از عقبتر و پایین تر داره میاد مناظره براش فرصت مهمتر و بهتری و فوردم البته مناظره ها رو لازم داره میرن مناظره تو مناظره اول یک افتضاحی درست میشه 69 میلیون نفر نشستن پای تلویزیون 90 دقیقه قرار مناظره کنن 81 دقیقه رفتن جلوی چشم میلیون ها بیننده تلویزیونی صدای حق قطع میشه سر چی هم قطع میشه خیلی از مناظره میسن مناظره یه ساعت و نیم قراره باشه 81 دقیقهش رفته بعد جای کارتر داره میگه که آره اعتماد مردم به حکومت بین رفته به خاطر این کارهای جمهوری و اینا اعتماد مردم به حکومت این اینه که میگه صدا قطع میشه صدا قطع میشه 27 دقیقه صدا قطع حالا عجیبش ولی چیه عجیبش اینه که حالا برنامه قطع میشه پخش تلویزیونیش ولی خب اینا رو سنن. تو سالنی که 500 نفر تماشاچی زنده هم نشستن 200 تا خبرنگار هم هستن 8 تا دوربین هم روشونه و اینا میدونن که تصویرشون داره گرفته میشه و تصویرشون خیلی مهمه نباید زبان بدنشون نشون بده مثلا کلافن نباید اعصاب خوردی نشون بدن از خودشون تصمیم میگیرن که اعتراض نکنن چون مثلا یه استراتژی هم میتونستین باشه همین رو بگیری دستت بگی که من با این روحی است که مشکل دارم و اینها، فلا. ولی نه کارتر نه فورد دنبال اینکه همچین تصویر از خودشون بسازن نبودن واسه با اون بالا آرامش و آب میخورن و خیره رو به اون روبروی تاریک و خیلی فضای ده عجیب غریبی میشه این خلاصه میشه مناظره اولش از این انتخابات ولی یک صحنه دیگریه که توی تاریخ مونده اونم از مناظره دومشونه توی مناظره دوم یک سوتی خیلی بدی فورد میده که بعضیا میگن که اصلا ریاست جمهوری رو به همین سوتیش باخت. یه موضوع مهم جنگ سرده و پیمان هلسینکی و پیمان هلسینکی رو توش آمریکا رفته تمامیت ارزی کشورهای بلوک شرق رو به رسمیت شناخته و در واقع شوروی رو تاثیرش و اینکه که اینا توی حوزه نفوذ شوروی باشن رو به رسمیت شناخت و البته روی حقوق بشر هم قرار شده در شوروی نظارتایی باشه ایده کلا اینه که اروپا از جنگ مسون بمونه مرزهای اروپایی خورده سفت بشن و حالا آمریکا بتونه اینطوری با حقوق بشر مثلا یک فشاری بیاره به شوره فورد رفته این پیمان هلسینکی رو امضا کرده منتها روش انتقاد هست که مثلا خیلی امتیاز دادیم به شوروی و این حرفا فورد هم میدونه که این بالاخره موضوع خواهد شد توی مناظره یکم یک موجوی خبرنگار نیویورک تایمز این موضوع رو مطرحش میکنه میگه که بله شرق اروپا کمونیستی شده و ما خودمون داریم به شرق اروپا غلات میفروشیم کشاورزی شوروی رو داریم نجات میدیم از زیر بار تعهداتی که داشته و ما بهشون وام دادیم و بهشون تکنولوژی دادیم و این اصلا این خیابون دو طرفه نیست و خلاصه انتقاد میکنه از این معامله با شوروی انتقاد میکنه به فورد گفته بودن که تو انتقاد رأی کاتولیکا مهمه داره با جیمی کارتر هم مناظره میکنه دیگه گفتن بعد یک تلاشی برای رأی کاتولیکا اینا بکنی اشاره باید بکنی که مثلا پاپ از این طرح شما حمایت کرده فورد هم گفت و گفتش که بله کل بلوک غرب پشت این پیمان هست این توافقیه که به نفع همه هست و اینا بعد یه چیزی از خودش گفت یه چیزی گفت که زیادی شور کرد آشو یه چوری که دیگه اصلا واقعا آشوشو نمیشد خورد گفتش که اصلا شوروی تسلطی نداره به بلوک شرق در اروپا که نه تسلطی داره نه در دوره فورد ادمینیستریشن تسلطی خواهد داشت there حرف خیلی عجیب غریبی بود بالاخره تو یوگسلاوی شوروی بود در لهستان که اصلا نیرو داشت تو خاک لهستان شوروی فورد اینو گفت قشنگ خب کمپین فورد و ستادش و اینا همه رنگاشون رفت هم یه خورده چیه اینا یه فکری کرد گفت یه فرصت دیگه بهش بدم حرف اصلیشو بزنه شاید نتونسته درست بگه گفت قربان متوجه نشدم شما گفتی روسا از اروپا شرقی استفاده نمیکنن روش تاثیر ندارن در حالی دارین حرفو میزنین که بالاخره بیشترشو اشغال کردن نیروی نظامی گذاشتن اونجا که منطقه کمونیستی بمونه این دیگه آدم تسلطیه فورد ولی کم نایابرد. گفت نه اصلا یوگسلاوی و رومانی خودشون رو تحت سلطه نمی بینن اینا کشورهای مستقلی هن. که حالا به حرفیه که میشه یه جورایی مالکشیدش تکنیکی حرفش حرف غلطی شاید بگی نباشه ولی به همونجا پسنده نکرد گفت لهستانی هم خودشون رو تحت سلطه شوروی نمی بینن اینا کشورهای مستقلی هن. اینا خودمختارن اینا حاکمیت ارزی دارن یه حرف پرتی بود حرف پرتی بود غلط بود و به وضوح غلط بود به کارتر گفتن جواب شما چیه گل از گلش چه گفته بود گفتش که بهشون یه حرفا رو بگن بگن که آره پرده آهنینی وجود نداره و بعدم شروع کرد حمله کردن که آره شما جلوی دشمن های آمریکا ضعیفی و شما جمهوری خواه حقوق بشر رو ول کردین و که بحثی که توی پیمان هلسیکی آمده بود دموکرات داشتن روش کمپین میکردن برای کارتر مسئله مهمی بود و خلاصه نتیجه فاجعه بار بود برای فورد دیگه اون تصویری که فورد میخواست بسازه ساخته نشد بلکه اون تصویری که میخواست ازش فرار کنه رئیس جمهوری که مطلع نیست و رئیس جمهوری که ضعیفه و تقیب توقی خورده رئیس جمهور شده و اینا رو میخواست تصویرش رو میخواست محف کنه که نتونست اون تصویر تقویت شد و دیگه هم اصلاح نشد واقعا هم دیگه اصلا مهم نیست که حرفش سوتی بود نبود تکنیکی درست بود نبود منظورش چی بود چون تو مناظره اینا مهم نیست تو مناظره تأثیری که توی ذهن مردم ساخته میشه مهمه و وقتی که با زدن این حرف که شوروی در اروپای شرقی تسلطی نداره اون تصویر رو تو ذهن مردم میسازی دیگه دیگه به عنوان آدم صاحب نظر خیلی سخته که بشه بهت اعتماد کرد دیگه حالا چه آمریکا هم بش اینه که این سوتی توی تاریخ اون انتخابات رو فورد به کارتر باخت کارتر چهار سال رئیس جمهور بود بعد ریگانی که توی مقدماتی انتخابات قبلی به فورد باخته بود دوباره آمد و این دفعه شد نامزد نهایی جمهوری خواه و اومد جلوی کارتر این هم انتخابات بسیار پرهیجان و نظر تاریخ انتخابات بسیار مهم میشد. تو این چهار سال کارتر یک مسئله خیلی مهم مسئله ایران بود یک متحد مهم آمریکا در منطقه سقوط کرد حکومتش آمریکا یا نخواست یا نتونست پشت یکی از مهمترین متحدانش در بیاد و بعد از انقلاب هم آوان 58 یعنی اواخر سال 79 سفارت آمریکا در تهران رو گرفتند و مسئله گروگانهایی هایی که افتاد دست ایران و آزادشون نمی کرد. حالا البته مسئله اله. داخلی هم بود تورم هم بود بیکاری هم بود اینا یعنی دهه هفتاد چیزایی که تو آمریکا بود قبلا تو توی ویدیوهای دیگه صحبتش کردیم نتیجهش این شده بود که دخالت دولت بیشتر شده بود مالیات رو بیشتر کرده بود قوانین نظارتی بذاره و خیلی ها به این رسیده بودن که نه سیاست های دولتی و اینا داره کار نمیکنه جواب نمیده غرور ملی هم دار شده بود بعد از مخصوصا ماجرای سفارت و البته حالا قبلش هم داستان ویتنام و همه اینا بود قدرت آمریکا در جهان کم شده قبلترش که رسوایی واترگیت جنبش های مدنی دهه 60 و 70 حقوق سیاهان و بعد جنبش های فمینیستی و خیلی جامعه پرتلاتومیه خیلی از آمریکایا دارن فکر میکنن که ارزش های قدیم آمریکا چی شد خانواده چی شد اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و انتقادا خیلی زیاد شد به کارتر و سیاست هاشت فضا هم آماده بود که یک چهره کاریزماتیکی بیاد چهره که بتونه بگه من قدرت دارم و مثلا یک صدایی بده به این مخالفت ها و اون آدم هم شد ریگان ریگان اومد هم با این داستان که برمیگردیم به دورانی که مالیات کمه برمیگردیم به دورانی که رفاه عمومی دست بخش خصوصیه مدارا با شوروی دیگه کافی شوروی ضعیف ما باید سفت بگیریم در مورد ریگان حالا بعدا صحبت خواهیم کرد چون ما ویدیوشو هنوز نساختیم ولی ریگان چهره خیلی کاریزماتیکی بود از دنیای سینما میومد 50 تا فیلم بازی کرد مثلا فیلمای بازی نکرد که بگیم سوپر سینما بوده یا خیلی بازی یار خوبیه ولی خوش قیافه بود خوش بود زیاد دیده شده بود بعدم یه خورده خوش صحبت و نکته سنج و و بسیار بسیار آگاه به تصویرش از هر رئیس جمهور دیگری توی تاریخ آمریکا حداقل تا اون موقع آگاه تر بود به تصویر و بیان از اون سیاست که خیلی ساده صحبت بکنن یه تصویری دارن از آینده میگه من برنامه اینه حرفا شفاف. ممکنه حالا ساده سازی به نظر بیاد ولی معلومه چی داره میگه قاطع اصولگراست ایده, ایده ایده برگشت به اصول آمریکایی داره خیلی انتخابات جالبی میشه و چه توی این مناظره ها چه حالا بعدن هر چی که ریگان در سالهای سخنرانی و بازیگری و مجریگری و اینها یاد گرفته استفاده میکنه که بگه که کارتر سیاستمدار نیست کاریکاتور سیاستمداره و اصل داستان منم همه حرکاتش جلوی حالا همه نه خیلی حرکاتش جلوی دوربین خیلی خوبه به موقع میخنده به موقع شونه بالا میندازه لح نوز میکنه شوخی میکنه کارتر سیاست مداره. کارتر روی مواضع سیاسیش داره صحبت میکنه ریگان راحت با دوربین خیلی راحت ریگان یه خورده ای برای ما که بیشتر ترامپ دیدیم این ترامپ یادآور اونه که چقدر راحت جلوی دوربین انگار که اصلا نمیبیندش سوار به صحنه و دوربین و مخاطب و سیاست مدارا عموما اینطوری نیستن سیاست مدارا یاد میگیرن که چطوری با دوربین راحت باشن یا مثلا بتونن یه ادایی در بیارن جلوی دوربین ولی ترامپ میبینه چقدر طبیعی جلوی دوربین و مسلط و راحت ریگان از این جنس بود این مهارتی بود که تمرین کرده بود مهارتی که کارش بود سوپر لازم نیست باشی وقتی که داری با سیاست مدارا جلوی دوربین رقابت میکنی همین که همین حدی که بلدی از از سیاست همه سیاستمدار رقیب جلوتری اون سال یه تک مناظره هم بود بین کارتر و ریگان یه مناظره بود که نامزد مستقل اومدن و کارتر نیومد بعد تک مناظره که شد دیگه همه کارتر رو یه جا باید بازی کنه دیگه چند تا مناظره که باشه میگن تو این مناظره این کار میکنیم تو اون مناظره این کار میکنیم استراتژی اینطوری میشن ولی تک مناظره دیگه باید همه بازی ها رو همینجا بکنیم تو وضعیت هم کارتر عقب از ریگان عقب و خودش هم میدونه میخواد این چهره انسان دوستانه و اینا رو تقویت بکنه تصمیمم گرفته خود تهاجمی بیاد جلو یه جه هم اشتباه تاکتیکی میکنه سر برنامه هسته ای دارن بحث میکنن ریگان میگه که فورد و کارتر یه کاری کردن که شوروی قدرت بگیره این چه جور همکاریه که شوروی توی شده قوی ترین نیروی نظامی دنیا کارتر میاد مثلا یه بود انسانی به قضیه بده میگه که نه این برنامه‌ای که ما دنبال کردیم این به نفع همه است من همین چند روز پیش با دخترم حرف می زدم بهش گفتم که مسئله اصلی آمریکا به نظر چیه گفت به نظر من برنامه هسته ای این مسئله تشتش... تشدیدش خطرناکه برای جهان منظورش از اینکه این, این حرف و زد کارتر این بود که بگه من به فکر نسل آینده هستم من مرد خانواده هستم ولی انقدر چارچوب بدی و اشتباهی انتخاب کرد که همین رو براش دست گرفتن که آقا شما رئیس جمهور بودی چهار سال رئیس جمهور بودی نباید ببینیم اما دخترم حرف زدم اون مثلا این طور گفت اون طور گفت تصمیم نهایی رو شما باید شما گرفت. شما چهار سال تصمیم گرفتی باید بیای درباره اون تصمیم از دیدگاه سیاست مدار مثلا اطمینان خاطر به مردم بدی و ازش دفاع بکنی این یه جایی بود که برای کارتر بد شد را... کارتر خوب خوب نبود توی مناظره یه جای دیگه بود کارت کارتر قرار بود که مثلا حمله کنه یه خورده به ریگان و بگه این متحجر و این حرفا کمپ، کمپین کارتر یه خورده سر این بود دیگه آمریکا کشور پیشرفته روبه رو به جلو حرکت میکنه ریگان میخواد ما رو ببره به عقب ما به عقب بر نمیگردیم و اینا ریگان هم میخواد بگه نه من مشکلات رو ریشه ای میشناسم ریشه مشکلاتم سیاست های کارتره و من برنامه دارم که اینها رو عوض بکنم یک صحنه خیلی معروفی داره دیگه شاید از معروفترین تیکه های همه مناظره های ریاست جمهوری قرن بیستم باشه این جملهش خیلی ساده است ولی باید زمینش رو بگیم که جملهش معلوم بشه که یعنی چی جملهش اینه که ریگان برمیگرده به کارتر میگه که there you go again باز شروع کردی باز حرف خودتو داری میزنی ولی باید بگم که بر برای چی این حرف جالبه به خاطر اینکه خیلی حرف جالبی و خیلی حرفی که به موقع زده میشه چیه مسئله؟ یکی از چیزایی که کارتر داره روش مانوف میده اینی که دولت باید دخالت بکنه در یه سری از کارها از جمله در کارهای درمانی دولت باید بیاد ماده دولت کارتر روی سود بیمارستان های سقفی گذاشته دو بیمارستان درسته که نهاد خصوصیه ولی قیمتاشو از یه حدی بالاتر نباید ببره و از اینه های درمان رو میخوان کنترل کنن یه طرح حمایتی هم گذاشتن واسه بیمارستان ها که بتونن بر اساس تورم حقوق پرسنلشون رو پزشکا و اینا رو ببرن بالا این طرح مدیکر کارتر از چیزایی بود که بهش مینازید و افتخار میکرد و از اون که مثل ریگان که خب طرفدار اقتصاد آزاد و ایناست مخالفش بود ریگان ولی میگفتش که من اینطوری نیستم که بگم ما به عقب برگردیم و آمریکای قدیم و اینا من خودم فرماندار کالیفرنیا بودم من با سیاست های کارتر مشکل دارم چون اینا اقتصاد رو عقب انداختن در مورد بیمه هم میگه من طرفدار این قضیه هستم خودم ولی اینی که الان مونده یه مخروبه ای ازش مونده کارتر جواب میده که نه این کمپین شما کمپین ریگان علیه مدیکر علیه سیاست های مدیکر بعد شروع میکنه مفصل درباره مدیکر رو درباره بیمه و مزایاش و اینا صحبت کنه و میگه که این همه مزایا رو داره و ریگان میخواد متوقفش کنه ریگان بیاد بیمه بی بیمه این که شروع میکنه حرف زدن ریگان میخنده دوربینم زوم میکنه روی ریگان حالا از اونور کارتر داره با یک لحن یک نواختی طرح و توضیح میده ریگان داره میخنده و بیننده های تلویزیون دارن تصویر ریگان رو میبینند. در واقع اینجا کارتر این لحظه رو باخته دیگه منتها خودش نمیفهمه داره نطق خودش رو میکنه میگه ریگان مخالف این ارزش هاست و فلان این حرفا حرفش که تمام میشه ریگان یه نگاهی بهش میکنه میگه که باز که حرف خودتو میزنی که there you go again there you go again من... تا نفهمیدی من چی میگم من میگم با طرح اون موقع شما مخالف بودن با بیمه مخالف نبودم ولی همون there you go again کارشو تموم میکنه چون داره بهش میگه که تو نه گوش میکنی من چی میگم نه ادب مناظره رو بلدی و رعایت میکنی همش دنبال اینی ای که منو خراب کنی نمیفهمی مشکل کجاست خیلی حرفهای مختلفی داره میزنه جمله ای هم نیست که مثلا نظر سیاسی توش باشه برنامه ای رو منتقل کنه ولی جمله ای که از هوش ریگان میاد یا حالا از آماده بودنش میاد به اضافه اجرای خیلی خوبش با گفت این جمله فضا رو گرفت دست خودش و بعدم خیلی خوب صحبت کرد و آخرش هم ضربه کاری رو بهش زد خطاب به مردم گفتش که همه مثلا کنار تصمیمی که شما میخوایم بگیرین تهش اینه که وضعیت شما الان از چهار سال پیشتون بهتره یا بهتر نیست اینم جمله‌ای که طراحی شده بود نظرسنجی کرده بودن دیده بودن که از هر سه نفر آمریکایی دو نفر اسم میکنن اوضاعشون از چهار سال پیش بدتره و با یه همچین جمله صاف مردم رو هدف گرفته بود کنار همه عددا و بحثا و اینا حرف رو رو کراس یه طوری زد که خود دو سوم آمریکایی‌ها هم درکش میکردن هم باهاش همدل بودن از ریگان که گفتیم یه چیز دیگه هم بگیم اونم باز خیلی جالبه چون ریگان واقعا توی درک این تک موقعیت یه هوش خیلی خوبی داره اینکه کلا یک موضوع مهمی رو مثلا بتونه از موضوعیت بندازه که فضا رو بگیره دست خودش اون انتخابات خب میبره ریگان رئیس جمهور میشه چهار سال بعد دوباره این جمله ای Go اگین بهش برمیگرده چهار سال بعد داره با یک نفر دیگری از حزب دموکرات مناظره میکنه ریگان یه آدمی که تو کنگره بوده معاون کارتر بوده اون و 56 سالش میاد تو مناظره به ریگان میگه که یاد تا آخرین باری که گفتی دریگو اگین کی بود <applause> ریگان یه سری تکون میده یکی از معدود لحظه هایی شاید که ریگان جلوی دوربین یه خورده تسلطش رو از دست میده میگه گفتی با اصول مدیکه کار نداری و نمیخوای برنامهش رو ملقا کنی و این حرفا ولی 20 میلیارد دلار از بودجهش کم کردی توی مناظره اولشون هم هست که ریگان یه خوری دستش پایینه نسبت به آقای ماندی ولی کلا تو این انتخابات و توی این کمپین هم ریگان خیلی مسلط انتخاباتی هم هست که راحت میبردش البته مناظره دوم و انتخاب... این, انتخابات هم یه جمله خیلی تاریخی داره از اینایی که مونده توی تاریخ و توی همه ویدیوهای اینطوری میاد گفتم این رقیب ریگان 56 سالشه ریگان اون موقع 73 سالشه که برای ریاست جمهوری اون موقع حداقل سن زیادی حساب میشد الان دیگه استانداردها عوض شد یکی از مجریات توی مناظره دوم این مسئله رو به روی ریگان میاره میگه که شما فکر نمی کنی که سنت یه مقداری زیاده برای ریاست جمهوری فکر کنید مثلا به این سوال چندین جور میشه جواب داد اگه شما 73 سالته و رقیبت 56 سالشه چندین جور میشه جواب داد ریگان یه جوابی میده که خیلی جالبه اصلا فضا رو عوض میکنه لحن و شوخی میکنه یه کاری میکنه که حتی اون آدم مقابلش هم یخش وا میشه میگه که من نمیخوام یه کاری بکنم که سن سن و سال بشه یک مسئله ای در این انتخابات برای همینم اصلا حرفی نخواهم زد از جوانی و کم تجربگی حریف خودم I am not going to for my opponent's youth and inexperience خیلی جواب سرزرب و راحت و با تعنیه البته جوابیه که تمرین شده و آماده است ولی خیلی خوب تحویل داده میشه صورت مسئله رو کلا پاک میکنه همه میخندن که واقعا دیگه تصویر خنده این آقای ماندل همونجا ثبت میشه خیلی جالبه یه خودش میگه من اونجا فهمیدم که کارم تماما نمیتونم ببرم خود ریگان میگه که من تو مناظره اول پرم کرده بودن از فکت و نمودار و عدد و اینا من راحت نبودم واسه همین خیلی خوب پیش نرفت مناظره دومو من واسه خودم فضا داشتم خودم تونستم که این جواب رو بدم هرچند میگم هم درباره این جملهش هم درباره اون در یو جفتش رو میگن که برخلاف ادعای خودش از قبل آماده کرده بود تمرین کرده بود ولی اینا مهم نیست مهم نیست دوست داشت از خودش تصویر حاضر جوابی بسازه و ساخت و این رو هم با داشتن جواب ساخت هم با تحویل دادن جواب با ارائه جواب یک شکلی که به نظر بیاد همونجا فلبداهه گفته شده ساخت میبینین اینا کارکردهای مختلف داشته دیگه بعضی وقتایی که میاد توی مناظره یه چیزی میگه که میخواد تسلطش نشون بده میخواد نشون بده من به فضا مسلطم به روایت ماجرا مسلطم به یه سیاست های مسلطم به خودم مسلطم بعضی وقتایی که میاد میخواد سپاتلایت رو بگیره میخواد توجه رو بگیره بعضی وقتایی که میاد میخواد رقیبش رو تحت فشار بذاره بعضی وقتایی که میاد میخواد نشون بده من در فشار آرامشم رو حفظ میکنم خیلی از نظرهای مختلفی بعضی از اینا جالبن یه تیکه دیگه که فکر کردیم بگیم مناظره معاون هاست چون بعضی وقتا رانینگ میتا اونایی که میخوان معاون رئیس جمهور بشن هم مناظره میکنن با هم دیگه یه بار زمانی که جورج بوش پدر که خودش حالا معاون ریگان بود اومده بود که نامزد ریاست جمهوری بشه یک معاونی را آورده بود برای خودش که این آدم خیلی جوونی بود آدم جوونی بود و با انرژی بود و نوت‌های آتشین و اینا می‌کرد در مقابلش دموکراتها کسی که به عنوان معاون رئیس جمهور آورده بودن آدم خیلی سیاستمدار با تجربه ای بود این خب یه قماریه دیگه که یک سیاستمدار خیلی جوونی رو بذاری جلو یک سیاستمدار کاری. توی مناظر اتفاق جالبی هم افتاد سر معاون رئیس جمهور معمولا یه چیزی که همیشه میگن اینه که تقی به توقی رئیس جمهور ممکنه که بره کنار یا بمیره یا هر چی و این آدم بشه رئیس جمهور بر همین اینم هم باید کالیبر ریاست جمهوری ایار ریاست جمهوری داشته باشه توی این مناظره صحبت اینم شد صحبت اینم شد و پرسیدن که آره مثلا شما وضعیت چطوری اینا یا من جوابای ریزی داد معلوم نیست نبود چی داره میگه واقعا دوباره ازش پرسیدن گفتش که من بی سابقه که نیستم این چیزی که گفت یه همچین حرفی زد نه که دقیقاً اینو گفت بالاخره من همون قدی که کندی زمانی که رئیس جمهور شد سابقه داشت منم همون قدی سابقه دارم که خب حرف خوبیه به خاطر اینکه کندی رئیس جمهور محبوبیه محبوب بوده برای آمریکا یه خاطره خوبو داره یادآوری میکنه فکر زرنگم دیگه اسم کندی رو میارم دو تا امتیاز میگیرم قافل از این که این طرفی که جلوش نشسته این کهنه این اصلا با کندی تو سنا بوده چل سال پیش همون جایی که اینو میگه یه لبخندی زد این آقا گفتش که سناتور من کندی رو میشناسم من با کندی ارتش بودم من با کندی خدمت کردم من با کندی دوست بودم تو کجا کندی کجا Senator, Jack Kennedy. Jack Kennedy Senator, no <applause> این هم اینم موندگار شد با اینکه اون انتخابات جمهوری خواه بردن ولی چهره یک عموی مجربی که داره به برادرزاده جوانش میگه که حالا شما خیلی کار داری که بخوای اسم کندی رو اینجا بیاری این صحنه موندگاری شد یه خورده شبیه این توی 2012 اتفاق افتاد یعنی یه خورده شبیه این این نظر که اسم کندی آمد اوباما و میت رامنی نامزدهای اصلی بودن اوباما بعد از چهار سال ریاست جمهوری رامنی به عنوان رقیب جدیدی که میخواست بیاد رئیس جمهور بشه معاون اوباما جو بایدن بود جو بایدن جو بایدن ها حالا اگه الان دیده باشیم مثلا توی مناظره مثلا چند ماه پیشش با ترامپ انقدی مناظرش بعد بود که آخرش رازیش کردن که بکشه کنار بایدن قبلا اینطوری نبود بایدن نطقای قدیمیش رو که ببینین خیلی تصویر متفاوتی ازش میگیرین هم خیلی حاضر جواب هم خیلی مسلط بگذاریم اون موقع معاون اوباما بود بایدن توی مناظرم آمد از اون طرف معاون رامنی پول رایان بود پول رایان هم موقع خیلی جوان بود مناظره بسیار جالبی بود بایدن مجرب سالها دهه ها توی سیاست آمریکا بوده و پول خیلی خیلی جوون و البته خیلی باهوش مخصوصا میگم بایدن الان توی این سنین کهولت و اینا که اصلا معلوم نیست کجاست وقتی که دیدیم خیلی جالب میشه اون حاضر جوابی و سرحالی و اون مقشن ببینی اصلا خیلی اگرسیو هم هست مدام توی اون مناظره Hey, می with, with, with the COVID, you're the sucker. You're the loser. If We've we told each other deals. what we're going to do, Here are the we said, here's gonna the things we're going to cut. Here's, here's what he said. To Look, let me make one the Republican Congress, Romney. what we're proposing. It has never been done before. But <laughs> this. رایان خودش رو با کندی مقایسه میکنه چون بالاخره هر سیاستمدار جوونی واقعا که میخواد یه اعتمادی بگیره از جامعه آمریکایی انگار یه اشارهای باید به کندی بکنه که یه یادآوری تاریخی بشه رایان چیزی میخواد بگه بعد میگه دم کندی هم نرخ مالیات رو کم کرد یا همچی چیزی بعد بایدن برمیگرده درجا بهش میگه که ا تو هم حالا واسه ما کندی شدی Oh, now you're Jack <laughs> این been مناظره کلاسیکیه میگم بایدن اون موقع اصلا اینی که الان میبینین نیست یه مسلط قشنگ معلومه چی کار داره میکنه کار ریسکی هم داره میکنه وقتی تو اینطوری تحقیر بکنی هر لحظه ممکنه که یه ضربه ای بخوری که دیگه نتونی جمعش کنی ولی به عنوان یک آدم خبره ای که داره به حرفای یک آدم خام گوش میده میتونه این تصویر رو در واقع تو اون مناظره بسازه اصلاحش کنه اینا و قشنگ کنترلش میکنه و تو انتخابات هم که میدونیم اینها میشه یه دونه دیگه که میخوایم بگیم مال زمان بوش پدره توی انتخاباتی که شکست خورد سال 92 بود اقتصاد آمریکا از یک وضعیت رکودی آمده بود بیرون بوش وضعیتش وضعیت خوبیه منتها یه اشتباهی میکنه کمپینش رو میچینه روی سیاست های بین المللیش که خب محبوبش هم کرده بود و اینا در حالی که خب شوروی دیگه فرو پاشیده و اینا و دغدغه اصلی مردم به نظر میرسه دیگه سیاست خارجی نیست دموکرات هم اینجا بیل کلینتون رو دارن میارن بیل کلینتون جوون نسبتا جز موج سوم دموکرات ها حساب میشه سیاست مداراین که ایده هاشون وسط دیگه اون موقع, اون موقع وسط حزب دموکرات حساب میشن ایده های سوسیالیستی تعدیل شده ای دارن بعد حالا کلینتون خوشخندم هست تو قد بلند و جوونم هست اون موقع 46 سالشه چهرهش هم جذابه بعد کلینتون میگه که مناظره رو ببریم توی یه سالونی ما نریم رو سن وایسیم آدم ها اون پایین بشینن ما بشینیم رو صندلی دور هم مثلا بقیه هم دور نشسته باشن صحبت میکنیم یه خیلی چهره صمیمی و اینایی میخواد نشون بده از خودش و دور یه خورده از بوشی که سیاست مدار کلاسیک و سنتی و از مثلا یه فضای خورده عبوستری آمده هر عکسی از اون ها ببینی کلینتون رو میبینی که خوشخنده است با بدنش راحته حالت بدنش رو عوض میکنه دوربین هم چون فضا بازه و مثلا پشت جایگاه اینا نیستن و اینا بازتر دستش که فیلمبردار نزدیک بشه به نام زده اینا هم صاف به دوربین نگاه میکنن کلینتون میخنده مناظره هم انگاه کشدار واقعا هی hey, مسائل تخصصی و اینا اینا بعد یه جایی یکی از حضار اواخر مناظره میپرسه که به نظر شما این بدهی های دولتی چه تأثیری روی زندگی آمریکایی ها میذاره روی زندگی شما چه تأثیری میذاره اگه تأثیر نمیذاره نظرتون نسبت به این چالش مثلا چیه سوال درباره این میکنه همون اولش که طرف داره این سوال رو میپرسه بوش یه اشتباه بدی میکنه اینا مثلا عادت داشته ساعت نگاه کنه یه رو نگاه میکنه که ببینیم مثلا چقدر وقت مونده و این خیلی گرون تموم میشه براش به خاطر تصویر باز دوباره هم کار ممکنه کار بدی نباشه هزار تا دلیل ممکنه داشته باشه که چرا این کار کار بدی نیست ولی تصویری که ساخته میشه اینه که بوش به سیاست های داخلی بیتوجهه به سوال حواسش نیست و دقت داره نمیکنه و همش دنبال اینه که ببینی که تموم میشه مثلا بری بعد جوابی که میده بدترش هم میکنه جوابش رو با یه چیزای کلی شروع میکنه که بله روی زندگی همه تاثیر میذاره و یه کلیاتی میخواد بگه تا بعد برسه به بحثای اقتصادی احتمالا مجری ترمزشو میکشه میگه که آقا درباره شخص شما دارن سوال میکنن جورج بوش که البته هنوز نمیدونه با ساعت نگاه کردن چه گندی به وضعیت خودش زده جوابش هم اینطوریه که بله معلومه که رو من تاثیر میذاره رو نبه های من تاثیر میذاره رو خانواده ت... میگه طرف که واقعا منظور شما چیه ما ابزاری داریم که محسون باشیم از این میره توی موضع دفاعی خلاص خیلی بد جواب میده نگاه کنیم مشخص خیلی جواب نامناسبی میده به این سوال در حالی که سوال به کلینتون که میرسه قشنگ مانور میده بلند میشه از سر جاش پا میشه میره به سمت سوال کننده خیلی شخصی میکنه رابطه رو میگه بگو رو تو چه تأثیری گذاشته که من بتونم جواب بدم بعد میگه من فرماندارم من شخصا درگیر بودم از نزدیک اه اه نشون میده که میتونه ف... می نت... این تصویر رو بسازه که من میفهمم وضعیت آدم های عادی رو میگم اصلا مهم نیست که این آدم ها اصلا با همدیگه فرقی دارن یا ندارن این چقدر دروغ میگه اون چقدر خالی میبنده توی مناظره مهم تصویری که داره ساخته میشه و کلینتون اینجا خودش رو از بوش جدا میکنه کاملا و با یک سوتی که در واقع بوش میده و بعدش هم اشتباهی که در ادامه تو جواب دادن میکنه این فرصت رو میده که کلینتون اون تصویری رو که دوست داشت بتونه از خودش بسازه در حالی که خب بوش با ساعت نگاه کردن نشون میده کلافس و بعدنم خودش میگه میگه من واقعا حوصله این صحبت ها رو ندارم از من مناظره هم اینا خیلی خوشم نمیاد دوست داشتم دو تا تموم شد گفتم ده دقیقه دیگه مثلا نگاه کنم اوکی تموم میشه بری و واقعا هم تموم شد رفت دیگه اصلا نه تنها مناظره تموم شد دوره ریاست جمهوری خودشم یک دوره ای شد و تمام شد یه دونه دیگه که فکر کردیم بگیم توش خیلی صحبت نیست دوتا حرکته ولی هم تاریخی و موندگار شده مال سال 2000 الگور که معاون کلینتون بود از طرف دموکرات آمده و جورج بوش پسر از طرف جمهوری خواه آمده دوتا صحنه از این مناظره مونده و واقعا هم جفتشون آگاه به تصویرشون نسبت به قبل به عکتشون، حواسشون هست میدونن چی کار دارن میکنن تصور الگور اینه که خب من که به سیاست تسلط دارم و معاون کلینتون بودم و مناظره و مذاکره و سیاست های داخلی و اینا میزنم بوش و لحت و پارش میکنم این چیزی نمیدونه که واقعا و این توی مناظره ها معلومه که چقدر الگور فکر میکنه مسلطه از کجا معلومه بوش که داره صحبت میکنه الگور هر تو میکروفون میکنه یه hey. صدای آه میکشه تو میکروفون که حوصله نداره چقدر مزخرفات داری میگی و اینا فقط هم در برابر بوش نیست انگار مثلا من کلا خیلی بیشتر از اینی میدونم که بخوام وسط این داستان های شما باشم و این براش گرون تموم میشه اینو حداقل الان همه میگن که اونا واکنش های خوبی نبود اونجا براش و میگم کلامی توش نیست دیگه فقط صداد آه داره میکشه پشت میکروفون یه صحنه دیگه داره اونم توش صحبت نیست بوش داره حرف میزنه الگور را میفته میری کنارش وامیسه وامیسه بغلش خدش هم ازش بلندتر میخواد مثلا این تصویر درست نشون بده احتمالا که من آدم مسلطم و سوارم و اینا بوش برمیگرده همچی میکنه believe... لبخند مسخره ای هم بهش میزنه و بعد ادامه میده به حرف زدنش این هم صحنه جالبیه مخصوصا که بعد از اینم بوش درباره این صحبت میکنه که من اصلا کمپین درباره سوالای فلسفی و این استراتژی و اینو اونو اینا نیست من درباره این میخوام صحبت کنم که چیکار میتونم بکنم چیکار میخوام بکنم اینا کارهایی که میخوام خیلی تصویر خاکی از خودش نشون میده اون کم تجربگی رو که داره بس میکنه به یک روایت دیگری که من مرعوب کسی نمیشم من میخوام کار کنم و برای کار اومدم و و خب میدونیم که برنده هم میشه دیگه انتخابات خیلی نزدیک اون انتخابات و جنجالی هم میشه و سر آرای مردمی و رای الکترال و اینا و بالاخره نهایتا میبره بعد از مناظره تحلیلگرا متفق قول میگفتن که از نظر کلام و استدلال و اینها الگور جلو بود بهتر بود ولی از نظر منش و اخلاق این مناظره رو باخت. یه نمونه آخرم بگیم دیگه میخواستم تو قرن 21 نیم خیلی ولی یه دونه از اوباما هم بگیم اوباما خب چهره جدید بود وقتی اومد 2008 و حالا بجز اینکه جوون و اینا بود سخنور بسیار ماهری بود و هست تصویر تازه‌ای داشته سیاست آمریکا و تصویری که میخواست از خودش ارائه بدم نزدیک بود به توانایی که داشت که من خیلی تیزم و خیلی کار بلدم و خیلی مسلتم و چون جوونم هست براش مهمه که اینا رو بتونه جا بندازه جوون و واقعا کم تجربه دیگه مدتی توی سنا بوده تجربه کار سیاسی و کار اجرایی اصلا نداره منتها میخواد نشون بده که من مثل سیاست دارای قبلی نیستم از دانشگاه آمدم سناتور بودم خانواده مثل آمریکا متنوع هستن یعنی وضعیت اینطوری هم میخواد بگه آره وقت تغییر دیگه و اون وضعیت های کهنه رو باید عوض کنیم و وضع تغییر و منم کاملا مناسب تغییرم تو مناظره هم بسیار خوبه اوباما البته فیلم های مناظره های هم از زمان دانشجوی و هم هست همه هم میگن که همیشه خوب بوده توی مناظره و دیبیت خوب بوده حاضر جواب یه شوخ طبیعی هم داره یه تسلطی هم داره حالا دربارش باید جای دیگه ای صحبت کرد به خاطر اینکه واقعا از این نظر او با ما خیلی خوبه متفاوت از مثلا اونطوری که گفتیم ترامپ خوبه اون یه طوری خوبه ترامپ و ریگان و اینا اوباما یه جور دیگری خوبه یک ویژگی های دیگری داره که براش برجست است و میتونه اون تصویر روی که میخواد این هم مثل ریگان و مثل ترامپ و اون تصویری رو که میخواد بسازه توی مناظره اوباما اولش که میاد باید با هیلاری کلینتون رقابت بکنه در دور مقدماتی توی دموکرات ها کلینتون خب کارکشته تره چهرش رو همه میشناسن جلوتره محبوب تره هم همون اول تو نیوهمشایر دارن مناظره میکنن موجی به کلینتون میگه که خیلی هم مردم از رزومه شما خوششون میاد ولی واقعیتش اینه که اوباما آدم دلنشین تریه آدم لایکبل تریه چه جوابی داری که به مردم بدی که بهت رعی بدن؟ هیلاری کلینتون میگه که خب احساساتمو جریه دار میکنه این حرف من قبول دارم که اوباما آدم دلنشینیه ولی ما نیز هم بد نیستیم منم بالاخره اونقدی بد نیستم بعد اوباما جوابش خیلی جالبه میگه You're لایکبل enough، فیلری میگه که تو هم به اندازه کافی خوبی تو هم به اندازه کافی دلنشینی دلپذیری where they seem to like Barack Obama more well that hurts my feelings <laughs> I'm sorry senator I'm sorry you're likable oh, enough Hillary, no, no. I appreciate that که حالا میشه تفسیرش کرد که چیکار داره میکنه آیا داره تحقیرش میکنه نمیکنه البته واضحه که داره شوخی میکنه قشنگ مشخصه که تنزه ولی خودشو درگیر این نمیکنه که نه من اونی که شما میگید نیستم و اینا میگه نه, نه, من همونی هم که شما میگید همونطوری که شما میگید من بیشتر تو دل مردم جا باز کردم ولی هیلاری هم در حد خودش خوبه و وقتی که اینو میگه در واقع داره تایید میکنه که با رزومه قوی خودش رو رسونده اینجا هیلاری کلینتون و خب این جمله هم بعدها تیتر میشه درباره کلینتون بعد که تو رقابت با ترامپ هم میاد چون همونطوری که به اوباما میبازه با اختلاف کمی به, به ترامپ هم با اختلاف کمی میبازه بعد روزنامه ها می نوشتن که is she likeable enough? که آیا به اندازه کافی دلنشین هست یا نه که همون جمله ای که برمیگرده به همون شوخی اوباما و بعضی ها میگن که اصلا میشه که یک سیاستمدار کهنه کاری که این همه سال وصل به قدرت بوده اصلا میتونه تو دل مردم جا باز کنه یا نه انقدر کارنامه تثبیت شده ای داره که دیگه محکوم به همون تصویری که ازش مونده یا بعضی از فعالان فمینیست میگفتن که اصلا زنها چقدر توی جامعه ای که ساختارش مرد سالاره و عادت داره به سیاست مدار مرد چقدر میتونن لایکبل بشن برای یک پوزیشن سیاسی یک به عنوان یک شخصیت سیاسی زن اینا همه بحثایی که دور همین جمله میشه داشت و میشه بهش فکر کرد و نکته که من اینجا میخواستم بگم این شوخ طبیعی و حاضر جوابی و سیاست داشتن اوباماس توی منوف دادن یک موضوع خیلی حساس از اوباما گفتم حالا از این چیزها زیاده توی مناظراتش یه چیز دیگهش که دیگه به عنوان آخرین چیز بگیم این ویدیو رو ببندیم تو مناظره با رامنی رامنی جای گفتش که آره ما انظر نظامی عقب افتادیم از روسیه و بودجه نظامی کم و این حرف آمریکا داره ضعیف میشه و اینا نیروی دریایی رو که نگاه بکنیم میبینیم که ما از 1970 به این طرف هیچ وقت مثلا هزینه که برای نیروی دریایی شده انقدر کم نبوده و حرفش هم حرف درستیه مثلا تعداد کشتی ها کم شد و این هم بعد اماما که میخواد جواب اینو بده وصلش میکنه به اینکه تو نمیدونی داری درباره چی صحبت میکنی میگه بله به نظر میرسه که اصلا نمیدونه نیروی نظامی و اینا چطوری کار میکنه بعد میگه بله درسته که کشتی کم شده ولی چیزهای دیگه هم کم شده اسبمون هم کمتر شده درشگه هم کمتر شده چون به جاش چیزهای دیگه داریم ما الان ناوای هواپیما بر داریم کشتی زیر داریم زیر های هسته ای داریم دنیا عوض شده ارتش یک طور دیگه ای تجهیز میشه و خلاصه صحبت اینطوری دوباره میگیره دستش و از این انتقادی که رامنی کرده استفاده میکنه که یک داستان یه روایتی رو که میخواد بسازه که من چقدر مسلطم و تو چقدر پرتی اون رو بسازه و اون رو تثبیت کنه fewer ships than 1916. Well, governor, fewer because the nature of our military changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go چند تا صحنه دیدیم تو این ویدیو از مناظره های ریاست جمهوری آمریکا از خیلی از این رئیس ها ما قبلا مفصلتر تر صحبت کردیم توی بی پلاس بقیه هم بعدین بعدن میگیم تو قرن 21 خیلی نیومدیم از 2012 این ورتا که اصلا نیومدیم شاید یه دونه دیگه بسازیم چون هم اوباما هم حالا بعدن ترامپ اینا حضورشون تو مناظره ها از این نظر که از این تیکه های ریز و کوبنده ازشون در بیاد خیلی خوبه ترامپ که دیگه واقعا بی‌نظیره مخصوصا با اون تسلطش روی دوربین و تلویزیون و اصلا کارش همینه دیگه سیاستمدار نیست از, از اون دنیا میاد و چه توی مقدماتی ها چه بعدش تو محله نهایی 2016 خیلی صحنه های خبری زیادی درست شده از مناظرات و واقعا هم خیلی کمک کرد به رئیس جمهور شدنش شاید حالا یه ویدیو هم درباره اون دوره هم ساختیم ببینیم استقبال از این چطوریه به نظر من اینطوری دیدنش خوبه اینکه حالا اینا منصفانه است یا غیر منصفانه است این اینا که مثلا سوتی بگیم بهش یا نه اینا مهم نیست مهم اینه که اینا صحنه های این که موندگار شدن و سالها و دهه ها بعد مردم با دیدن این مناظرات یاد اون انتخابات میفتن یا برعکس وقتی که اسم اون انتخابات میاد اولین چیزی که یادشون میاد بعضی وقتا همین صحنه های ماندگار شده از مناظرات تلویزیونی و تصویری انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. بیشتر اگه میخواید درباره تاریخ آمریکا و رئیس جمهور و اینا بدونید پلیلیست تاریخ آمریکا رو توی یوتیوب چک کنید. دم شما گرم.